برام خدای بزرگ و مهربان سلام، صبحتان بخیر. بامداد خوش روز شنبه، اولین روز هفته را میبینین. سالم و سرحال باشین و دور از کرونا، اگر کرونا هم گرفتین انشاءالله که هرچی زودتر خوب و صحتمند شوین. صبح بخیر. ما و نادیه تا دو ساعت دیگه در بامداد خوش روز شنبه با شما هستیم. نادیه سلام، صبحت بخیر. سلام مریم جان، صبح خودت بخیر. سلام به تمام شما بینندگان عزیز برنامه بامداد خوش. با امید از اینکه روز خوب و خوش رو آغاز کرده باشین و روزای رخصتیتان هم بخیر و به خوبی سپری شده باشه. و امروز هم روز شنبه 22 جوزا است و دو ساعت هم بینندگان برنامه بامداد باشین با موضوعات مختلفی که قرار است در برنامه روی شاگاهی حاصل کنیم. بله، خب در ادامه بازی های فوتبال در سلسله بازی های راهیابی به جام جهانی 2022 قطر و جام ملت‌های آسیا، افغانستان مسابقه‌ای که داشت در برابر عمان، ما 2-1 مسابقه را باختیم و مسابقه بعدی ما در مقابل هند است و انشاءالله که نتیجه بهتر از این مسابقه در اون مسابقه داشته باشیم. لحظات مسابقه پر از هیجان و جذابیت بود که خب دوستان از شبکه لمر هم شما دیدن جریان مسابقه را و خب حاشیه های هم ایجاد کرد در صفحات اجتماعی. متاسفانه خب ما مسابقه را باختیم و ما در مورد مسابقه بیشتر صحبت خواهیم کرد با آقای مشعوف در بخش بعدی برنامه که تلاش کردن همکاران ما که وصل باشن. آقای مشعوف در خط اسکایپ که انشالله در مورد جزئیات مسابقه در بخش های بعدی برنامه گپ میزنیم. خب مریم جان، در بخش بعدی قسمی که خودت گفتی درباره از این مسابقه بیشتر ما میتونیم معلومات بگیریم و زیادتر درباره از این بگویم که مسابقه که با هند قرار است داشته باشیم این چگونه خواهد بود، میتونیم برنده مسابقات باشیم یا خیر و لحظات برتر از این بازی رو خواهد دیدیم. بله، خب هرچند که قبل از این مسابقه ما با آقای مشعوف صحبت کردیم، گفتن در مورد آمادگی تیم، در مورد روحیه بازیکنان و خب نگفتن نبود گذاشت که تیم افغانستان بازی خوبی هم داشتیم، اما خب تیم عمان هم از تیمای قوی به حساب میاد که این مسابقه هم بردن. انشالله که در بازی که با هند داریم بتونیم که برنده مسابقه باشیم و میریم روی یک خبر کرونا که همیشه ما اول روز وقت آغاز میکنیم با مو خبرهای کرونا با آمار جدیدش میباشیم که وزارت صحت آمد که روز جمعه اینا آمار گرفتن از مرگ 37 نفر بیمار کرونا در کشور خبر دادن و 2948 نفر نمونه ای است که در 24 ساعت گرفته شده و از بین اینا 1224 نفر کسایی هستند که به ویروس کرونا مبتلا شدن و بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه گفته است که 37 بیمار کرونا از بین رفته و 316 بیمار دیگه شام تانسته که جانای خود یعنی صحتشون بهبود پیدا کنند و با این آمار شمار مجموعی کسایی که به ویروس کرونا مبتلا هستند در افغانستان به 88740 تن افزایش پیدا کرده و پزشکان میگویند که در موج سوم ویروس کرونا در افغانستان مبتلایان کسایی که به کرونا مبتلا هستند کودکان و جوانان و کهنسالان هستند و اما این ویروس بیشتر قربانی که گرفته از کهنسالان بوده و دیروز هم یک نشست خبری که بود از آقای مجروع گفته که تمام شفاخانه کووید 19 در کابل مملو از بیماران کووید 19 شده و در حالی که مردم امو راهکارهای سیر در نظر نمیگیرن و سرپرست وزارت صحت عامه آقای مجروع از گفته که مردم به جای توهین و تحقیر از رهبری وزارت صحت عامه و کارمندان سی و پزشکان از شفاخانه ها به جای که قدردانی کنند و با آنها همکاری کنند حق توهین و تحقیر ندارند، تا اینکه خود مردم نتانند که نکات سیر در نظر بگیرند، تا که خود مردم به فکرشان به فکر صحت خود نباشند، هیچ وقت وزارت صحت عامه به تنهایی خود نمیتونه کدام کار کنه. بله، خب یکی از صحبت‌های دیگری که خب در این مورد گفته شده، آقای مجروح سرپرست وزارت صحت گفتن و از مردم شدیداً خواهش کردن که خب چند روز وضعیت چند روز پیش در شفاخانه‌های مختلف در هندوستان به مردم گفتن که شما به یاد بیارین و اگر نکات بهداشتی و تمام پروتکل‌های بهداشتی را شما مورد تمسخر بگیرین و رعایت نکنین، روزهای سختی را ما در پیش رو داریم و وضعیت بدی را خود سپری کردیم. در حال حاضر خب با اعلامیه که از طرف وزارت صحت عامه نشر شده و به شهرداری هدایت داده شده که باید برنامه و طرحی داشته باشن برای که مکانهای ازدحام را شناسایی کنن و یک برنامه برای باشه که خب ازدحام را در این مناطق کم بسازن و همچنان تالارهای عروسی که
البته دو هفته قبل گفته شده بود که نباید محفلی برگزار شده، برای دو هفته دیگه هم این تمدید شده که ببینیم چقدر این طرح نتیجه میده و این برنامه از طرف شهرداری چقدر تعقیب میشه برای که عملی شود، که حتما در این هفته از شهرداری تلاش میکنیم که دعوت کنیم در برنامه و در این مورد همراهشان صحبت کنیم و همچنان موضوع ای که فاصله گذاری میان نمازگزاران در نماز جمعه و وعده های دیگری که خب مردم به مسجد میرن هم باید رعایت شه و این هدایتی است که از طرف وزارت صحت داده شده و همچنان به کسایی که راننده هستن باید در داخل موتر خودم گفتن که رعایت کنین، یعنی که کوشش کنین که زیاد سرنشین نباشه در یک موتر که خودش خطرناک میتونه باشه با فاصله های بسیار کم، یعنی بر رانندگان هم هدایت داده شده و خب کارمندان دولت هم که برای دو هفته رخصت هستن و موضوع رخصتی در دانشگاه که خب همونطور که در جریان بودن از امروز قرار بود که رخصتی دانشگاه و مکاتب ختم شود که به خاطر مسائل کرونا و رعایت کل پروتکل‌ها برای دو هفته دیگه تمدید شد و در افغانستان بعد از شیوع کرونا خب دانشگاه دولتی تعطیل شد و بازم این تعطیلی که ایجاد شد، اما بسیاری از دانشجویان دانشگاه خصوصی میگن که طرح آنلاین سازی و طرحی که فعلا وجود داره برای آنلاین بودن دروس در دانشگاه از این طرح شکایت میکنن و میگن که ما هم پول ما به مصرف میرسه و این طرح اونقدر طرح کارا نیست و ما نمیتونیم استفاده خوب کنیم، در حقیقت هم وقت ما گفتن که ضایع میشه و هم پولی که خب ما مجبور هستیم به خاطر فیس دانشگاه ما پولا بپردازیم اگر درس ها آنلاین هم هست، که فعلا یک تعداد زیادی از دانشجویان در صفحات اجتماعی روی این موضوع صحبت میکنن که ما چرا باید پول گزاف بپردازیم و این در صورتی است که از درس هم خبری نیست به شکلی که باید باشه، یعنی درس اطور که حضوری میباشه در افغانستان در آنلاین اونقدر متاسفانه نتیجه نمیده و خب مشکلاتی هم که در افغانستان وجود داره، بی برقی و مشکلات اینترنت و این روزا هم که هیچ برق نمی باشه، خب دانشجویان ما کسایی که در ولایت‌ها زندگی میکنن در قریه‌های دور زندگی میکنن متاسفانه از درس ها عقب ماندن. خب مریم جان یک گپ که ما روش صحبت تایی داشتیم امرا با وزارت مخابرات، یعنی قیمت اینترنت ها بالا رفته و کیفیتش به نهایت پایان آمده و در این وقتایی که اصلا برق نیست شاگردان نمیتونه درست درسای خود به صورت آنلاین درس بخونه و یک گپ دوگام نگفته نمانه مریم جان که درباره واکسن کرونا همچنان ما باید صحبت های کنیم که منتظر واکسن بودیم که از کشور چین قرار بود بر ما برسه که روز پنجشنبه 20 جوزا بعد از چاشت محموله 700 هزار دوز واکسن کمک شده از کشور چین به افغانستان رسیده و مراحل تطبیقش تا به حال اعلام نشده و انشالله که شما در جریان خود گذاشتیم و میتونین که از این واکسن استفاده کنین تا که بتونه تا حد براتون مفید واقع شه و از این ویروس به دور باشه. بله و اما خب خبر جالبی که در چند روز گذشته یکی دو روز گذشته بسیار دیده شد، تصویر خانمی که ده گانگی به دنیا آورده، خب یک خانم آفریقایی که تانسته ده گانگی به دنیا بیاره و تمام طفلایی هم که به دنیا آمده صحتمند و سالم هستن و همسر این خانم 37 ساله هست و در معایناتی هم که در ماهای اول صورت گرفته بود خب این خانواده منتظر 8 نوزاد بودن، اما در وقتی که خب در زمان ولادت این خانم 10 فرزند به دنیا آوردن و خب خودشان هم حتی تعجب کرده بودن و تمام فرزندا صحتمند هستن و آخرین رکوردی که وجود داشت تا 6 گانگی هم بود نه و حال این خانم آفریقایی این رکورد شکستاندن و نامشون در کتاب گینس هم ثبت شد و همچنان نگفته نمانه که طفلایی را که اینا به دنیا آوردن 7 دختر می باشه و 3 پسر هستند و 5 فرزند ازی به صورت طبیعی به دنیا آمده و 5 طفل ازی هم سیزارین شدن، یعنی عملیات شدن که همشان صحتمند هستند و واقعا بر مام جای تجربه آور بود. مریم شخم کلان کنن در اولادنه من میگم من کسایی که صاحب طفل نیستم بتن فرزندی به چند تا خب سخت است، اگه اولاد آدم کلان کردنش سخت است میگم نه ده اولاد جالب است در افغانستان اگه یک چیز ممکن بود که
در یک بار کسی بتونه 10 اولاد به دنیا بره دیگه خلاص نفوس افغانستان رو جمع کردن نمیتونه. هنوز این معلومم نیست مریم جان که این خانم اولین بار است که طفل به دنیا میاره یا چندین طفل دیگه هم داشته که این بار 10 طفل دیگه به دنیا آورده و امروز از ما حساب کنه. بخیر زیاد میشدم گم میکنه برای خدا. بله بعد از وقفه برمیگردیم. بله برگشتیم در ادامه برنامه. در بخش گل و گیاه آقای فریدین فروتن با ما هستن، متخصص زراعت و گلای زیبایی را آوردن که میخوایم بر شما گلا را معرفی کنیم و در مورد خاصیت و خواصشان بگویم که چطور و با چی شرایط شما میتونین این گلا در خانه نگاه کنین. فروتن صاحب خوش آمدین و برنامه صبحتان بخیر. سلامت باشید. سلام عرض ادب خدمت داده جان، خدمت شما، خدمت تمام بینندگان. خوش آمدید به برنامه. خب آقای فروتن، میشه در مورد نام از این گل برای ما معلومات بدین؟ در کشور دیگه به کدام نام یاد میشه و در افغانستان بیشتر به کدام نام میشناسنش و چیگونه یک گل است؟ گل دلیه ما هم گل آپارتمانی گفته میتونیم میشه و هم گل فصلی گفته میتونیم. به خاطر گل آپارتمانی و گل فصلی گفته میتونیم از یک نبات ما دو جای کاخت استفاده کرده بتونیم باز دو نام بالاش مانده میتونیم و اگر از یک نبات یک جا استفاده کنیم نام سایگی یافته میره برش میتونیم. بنان این گل ما گل دلی است، گل نام لاتینیش دلی است و به اصطلاح بومی کشور مکزیک یا امریکای جنوبی است و دیگه ای که گلی است که بسیار مقبول و زیبا و به دو قد تشکیل شده، قد کوتاه و قد بلند است. تقریبا در نوش 20 نم است ولی در دیزاین 200 دیزاین داره، تا 200 دیزاین و به اصطلاح رنگ و شکل های مختلف داره. خب چقدرش در افغانستان موجود است؟ در افغانستان ما تقریبا 17 رنگ داریم و تقریبا 50 تا 60 شکل یعنی دیزایناش هم داریم و به اصطلاح نامی که ما هم یادآوری میکنیم در افغانستان به نام دلیاس مام دلیا میگیم و مردم هندستان مردم ایران به نام کوکاپ میگن. کوکاپ میگن و از گل هم زیاد استفاده میکنن و زیاد طرفدار گل مردم هندستان هستن. مردم هندستان هم دلیا میگن، نام لاتینیش یادآوری میکنن ولی مردم هند زیاد از این حتی در باز مراسمایی که اینا دارن دمو روزای اولی میگن چی میگن حتی از میدم پشت گوش خودم هم دخترها از این میمانن حتی وا میگن که اگر از گل دلیا نباشه مراسم ما ناتکمیل میمانم. جالب. و خب این گل آیا به آفتاب زیاد ضرورت داره یا خب داخل آپارتمان هم یعنی جایی که کمک آفتاب دارم میتونیم نگاه کنیم؟ بالکل. از لحاظ شکلی اگر بگویم مریم جان پاکوتا مربوط یا خواص آپارتمانی داره یعنی پخشش و بلندش مربوط بیرون میشه و اگر کس علاقه من باشه گل کلان دلیار هم در آپارتمان نگهداری بکنه امکان داره و خوبی از این است که وقتی ما داخل آپارتمان نگاه میکنیم یعنی آفتابش کمتر است نظر به بیرون و بنان و این خود از خود عادت می تاست تا با آفتاب کم عادت می تا به خاطر که بازی از نور مصنوعی استفاده میکنم از چراغ گروه که در خانه می باشه باز عمو انرژی که به اصطلاح ضرورت داره کم کاست میشه ازو میگیره و اگر شما باز در بیرون نمیبینین از حالت آپارتمان اتومات نبره این گل گل بیرونی میشه. بنان ما در آپارتمان هم نگهداری کرده میتونیم و در بیرون هم و صرف یک موضوع دیگه است واس حفظ مراقبتش در آپارتمان در بیرون فرق میکنم. اگر ما در آپارتمان نگهداری میکنیم آب کم کار داره و از کودهی کم کار داره حتی دواپوشی کم کار داره. خواهی باز گلا میته باز شما قبلا گفته بودین گلایی که گل میته باید ما را زیادتر کود بتیم. بله یکی خود زمان گلدهی میباشه که وقتش مثال معلوم است که از فصل بهار تا تابستان گل میته نسبتا کودیش زیادتر میباشه نظر به گلای زینتی ولی اگر گل در آپارتمان میباشه چون آبیاری زیاد نمیشه وقتی آبیاری زیاد نشه به اساس آبیاری ما کود داده میتونیم. اینا گلایی است که از وسط بهار گلدهی از اینا شروع میشه تا ختم خزان تا که خزان هم می باشه مریم جان گل داره و خوبی از چی است که ما ایره به همیش گفته میتونیم اگر ما ایره در جای گرم پس نگهداری بکنیم یعنی اگر زیر 5 یا 6 درجه هوا سرد میشه در آپارتمان نگهداری کنیم چایی که نور داشته باشه ایره زمستان هم گل داره و اگر خواسته باشیم گیره به اصطلاح نگهداری نتونیم یا جای دیگه انتقال بدیم حتی باز از پیاز زی میشه که سال دیگه استفاده کنیم از تخم زی. اگر شما پیاز زیر جای یک دونه بشونین مریم جان در بین گلدان یا در بیرون سال دیگه بکشین 10 15 دانه شده ناده جان یعنی میشه که یک پیاز به 10 15 جای تقسیم بکنین 10 15 دانه گل بده به او خاطر یک گل بسیار مقبول گل بسیار زیبا است. بخواین کسی که گلا خریداری میکنن از کدام کد باید استفاده کنن و مدت دواپوشیش باید چقدر وقت باشه؟ از کدایی که در کد دلیا استفاده کرده میتونیم کدای ورمی کمپوست است
ورمی کمپوست امو انرژی که در خاک یا در عناصر مشکل پیدا میکنه او را پس پوره میکنه. از دواپاشی که ما میکنیم به نام تراژیم یک مواد مخصوص دواپاشی مربوط خود دلی است میشه که ما از دواپاشی بکنیم. و یک چیزی که بسیار مهم است در قسمت گلچینی ازی وقتی گلش عمرش تیر میشه که برگش در حالت ریزش میشه ما نباید بعد بریزه. همین که ببینیم گل در قسمت اکسپایری ختم میشه امو اخما یک بندک داره که در برنامه قبلی هم گفتیم از اون بندک اگر ما قطع بکنیم پندکایی که در چهار اطرافش است همین انرژی را و ساقا از اونجا شروع میکنه و گلدینی دوباره شروع میشه. اگر ما گل ببینیم که خودش پرپر شوه یعنی خودش بریزه بران واس گلایی که در چهار اطرافش است اونها بسیار ضعیف میمونه چون منبع آبی که است یا منبع انرژی که است به مو گلی که گلایش هم ریخته انرژی را به اونو میده اونها میفهمه که گل زیخته دیگه. بران اگر ما رو قطع میکنیم باز با پندکا باز سرکار میشه وای بچگی های نو و پندکای نوی که داره باز اینا باز میشه. بچه چقدر رنگ های زیبا دارن نادیه میبینی؟ به هر از این رنگ ها ما هر رنگ زرد خوشم آمده مریم جان هم رنگ جگری مقبول است. و خب هر گل از این اندازهشان فرق داره؟ بله گلای اینا به چهار برگ است صد برگ است. یک چیز بسیار جالب در این گلای است مریم جان اگر شما خواسته باشین رنگ سفید زیره رنگ سفید زیرا نگهداری کنید در خانه و او را بخواهید که یک رنگ دیگه شوه. اما رنگ سفید هم میخواهید جگری شوه، میخواهید سرخ شوه، میخواهید زرد شوه، میخواهید آسمانی شوه. باز در بین بوتل یک رنگ است، رنگ مخصوص نباتات است. شما در بین بوتل در مثل گلاس میندازینش، باز این ساقه را خط میکنید میبانید. وقتی که ماندین، باز اینمی رنگ، امو رنگ دلخواه شما را میگیره. دو رنگ ترکیب میشه که جگری باشه جگری میشه یا سمندی باشه یا سمندی میشه سرخ باشه سرخ میشه. شما اکثر گلای را که از گلای شاخه میگیرین از شارنو اکثرش ترکیب گلای مصنوعی رنگای مصنوعی است که رنگا را اینا تغییر میدن. خب شما گفتین 16 رنگ در خود کشور ما افغانستان بله. وجود داره دیگه کدام رنگاش است؟ در رنگا نشان وقتی شما زرد میبینید در زرد در خود زرد 3 رنگ گل میباشه یعنی در خود زرد ما زرد روشن داریم زرد پک داریم زرد کاهی داریم در رنگ بانجانی هم سه رنگ داریم در رنگ جگری هم سه رنگ داریم در رنگ سفید هم سه رنگ داریم به مو خاطر همین خود رنگا فرق میکنه مثل که یک رنگ سبز است ولی یک سبز رشقی است یک سبز تاریک است و یک سبز روشن باز به خاطر رنگا فرق میکنه و عالی هم خدا را شکر که تکثیر خود افغانستان است رنگای خود افغانستان است حتی تولیدات خود ما است این جای خوشی است که فروتن صاحب جان بوی داره ایگان بله دلیا بوی هم داره ولی بوی کم ولی بویش کم است به خاطر ما رقم به تشویش که توی گل بوی داره ما نمیفهمیم نه ان شاء الله که این بوی تن مشکل نداره خود می نبات بویش کمتر است و یک چیز دیگه هم است ناده جان فرمول بویدهی گل یک چیز است این هموطنای ما باید بفهمند گلی که شما از گلخانه میگیرین خوب بوی داره ولی شما در خانه میرین بوی نمیداشته باشه چون نبات در جای قبلی که بوده چهار اطرافش آتش شدگی است اما وضعیت مرطوبی گلخانه فکس است به او خاطر بوی داره وقتی که شما از اینجا میبرین به اتاق کلان جا سرد امی که در امر نقل در وسایل در موتر میبرین این بویش کم مشکل پیدا میکنه ولی باز 24 ساعت بعد اینا اگر می گل 24 ساعت اینجا باشه پس حالت قبلی که در گلخانه بود امو حالت به این میایه باز بویش هم شما خوب میفهمین چون این رواد موتر آوردیم دست خورده اما سیستمی که به اصطلاح فعالیت میکنه بودی خود گل است او کم ضعیف میشه. قلمه گل چه قسم میشه؟ از قسمت تکثیر یا کاشت ازی مریم جان قلمی ازی هم امکان داره که ما قلمه بکنیم ساقه‌های قوی زیره ساقه‌هایی که البته گلدهیش کمتر می باشه ولی خودش قوی می باشه او را قلمه کرده میتونیم ولی خوبترین روش ازی کاشت پیاز عزیز مریم جان اگر اون فصل مخصوص خود داره بله بله ما وقت در اوایل بهار اگر ما خواسته باشیم که کاشت بکنیم امیر خود پیاز زیر در بین گلدانا و در جای بیرون کاشت بکنیم و مخاک یا مخصوص شب بندازیم بازی سبز میشه مثل می گلایی که ما داریم سال دیگه یک بر ده یک گل بشونین ده دانه میگیرین اینا باز و تکثیرشون روش تکثیرشون بسیار ساده است اینا کل هموطنای ما میتونن که هم در بیرون نگهداری بکنن هم در داخل آپارتمان نگهداری بکنن دیگه مثل می گلا خودشون هم متشاد و خب برای گلدانا برای گلا شما گلدانای خرد خرد انتخاب کردین یعنی گلدان خرد ضرورت است یا میتونیم گلدان به اندازه کلانتر هم بالکل مریم تو یک چیز دیگه است امی خود گلی را که ما از جای میگیریم یا از جای میخریم یا خودمون در خانه داریم ما همیشه کوشش بکنیم که سر گل ما گلدان یک سایز کلان باشه مثال اگر ما گل انتخاب میکنیم میدیم است امی گلا را مثال بده بله اگر ما سایز گل خود انتخاب میکنیم میدیم است ولی گلدان اکسل باید بگیریم اگر گلدان ما انتخاب میکنیم اکسل است گلدانش دبل اکسل بگیریم ما همیشه یک سایز از نبات که گلدان کلان بگیریم اگر یک سایز کلان بود یک سال پیش ما آمادگی داریم تا ریشا خوب رشد بکنه ریشا خوب منظم باشه و اگر شما از خود گلدان کده
گل خرد انتخاب کنین هم بد معلوم میشه و اگر کلان انتخاب کنین هم بد معلوم میشه. ای از لحاظ دیکوراژن است، ولی اما تو خود ریشه هم به نبات ریشه ها قسمی میباشه که نظر به مو جای خود جای نیاز داره. حتی باز ریشه ها قسمی است که اگر گلدان کلان باشه رشد نمیکنه. شما اگر باز گلدان ها دیده باشین ریشه از تاتانی گلدان بیخی بر آمده، ولی امو وضعیت خود نبات خوش داره. اگر شما رو جای کلان بشنین باز رشد نبات کم میشه. باز نباتاتی را ما داریم که اگر جایش خرد باشه باز گلدان از رشد میمونه. بران به اساس نبات ما همیش باید پیش بریم. و امی گل که امروز دلیا به امی اندازه گلدان ضرورت داره؟ دلیا هرچی گلدانش کلان باشه خوب است، به خاطر خوب است که سیستم چوچدی یا تکثیر زیاد پایین است، نه پیاز زیاد شده میره. پیشتر گفتیم یک پیاز بشنین 10 پیاز میشه. بنابراین در قسمت پایین با وجودی که بریشه خود نبات جای نیاز است، بعد 10 پیاز دوگان باید جای باشه. درست است؟ با او خاطر گلدان دلیا هرچی کلانتر باشه هم خوب رشد میکنه و هم به اصطلاح چوشه‌ای که در قسمت پایین داره یا از تکثیری که از طریق پیاز امکان داره او همیشه زیاد میباشه، میشه که از او زیاد استفاده کنه. خب اگه به این گلا ضرر برسه یا آسیب برسه میتونه دوباره پس جور شوه؟ بله، آسیب به چند حالت میرسه. به اصطلاح اگر این آفت میگیره، همین خود برکا یک رقم خطکا پیدا میکنه، خطکای زرد زرد پیدا میکنه، چون برکا سبز است او دقیق معلوم میشه. وقتی که اونمو مشکل پیدا کرد دوباره باز میشه که ما جای گل نبات موندیم که تقریبا مکمل سایه است، یعنی نور مصنوعی هم نداره، گروپ چراغی گپ هم نیست. بنان ما یک جای را نزدیک بسازیم با کلکین چروبی اتاق کم آفتاب داشته باشه، رنگ خود جور میکنه و یگانه نباتی که آبیاری نرمال یا متوسط ضرورت داره می است، یعنی آب زیاد ضرورت نداره تا که آب نه مکمل آبش خشک شه. باز خشک شه. بله، آبیاری زیاد چند مشکل ایجاد میکنه. یکی ایجاد خود پشپشک است یا مشکلاتی است که از خود نبات به وجود میاد، و دیگه مشکلی است که همین خود نبات انرژی خود از دست میده. وقتی هر چقدر ما آب زیاد داده میریم مواد غذایی کود شما رمجانی صفر شده میره. اگر ما آب نرمال میتیم اما کود را به یک ما دادیم یک ما کافی است، اما مواد را که به خود نبات میتیم به یک ما کافی است. اگر زیاد آب میتیم بنان باز اونم کود تیز دست. خب چطور بفهمیم کی به کود نیاز داره؟ به خاطر فهمیده میشه وقتی که گل در حالت پندک می باشه گل میکنه گلش خورد نمیشه، یا پندک میکنه پندک تیز باز نمیکنه. خدا تو هر از منتظر سعی میکنی پندک کاش اما کم قاز بنان دی مشکل است. در مرحله پندک رسیده انرژی به مو ساعت است. اگر تو خودت میخوای که مواد غذایی خاک تغذیه بکنی باز کم کود پر تو کود چن خوبی داره که بفهمی که با کود نیاز است. برگ نبات مثل که چرب کرده باشی آرو سعی میکنی مثل که چرب شده باشه و پندکایش کلان کلان و گلایش هم کلان کلان و برگای خود گل شفاف شفاف پاک پاک میباشه، حتی خاک در روی برگ بریزه میریزه. این قدر به این معنی است که خب یعنی گل خوش است و کود برش رسیده. بله بله بله، و خودت هم خود مسیجش به خودت هم یعنی است که اینم تک وضعیت من خوش دارم. و اگر دیدین که برگکاش ضعیف است اما خود گل گلکاش خرد خرد است، شما گل از بیرون میخرین گلای کلان کلان است. مریم جان دیده گلای کلان است وقتی در خانه میرین خرد خرد گل میکنه. باز یکم کس میگه میگین نمیفهمی ما از گل خانه میکنیم گلش کلان است، در خانه میاریم خرد میشه. باز ما برش میگیم فقط در گلخانه از مواد غذایی استفاده میشه، آب نرمال داده میشه، نگهداری خوب میشه. شما میبرید یک جای میبینید یادتان میره که یک هفته بعد یادتان میاد که یک دانه گل اونجا است. با او خاطر اگر نگهداری خوب شه گل همیشه خوب و مقبول میباشه. خوشحال خوردن سبزی که امروز با ما بودین در این وقت. سلامت باشین مریم جان. بعد از وقفه برمیگردیم. بله، با شما هستیم. در ادامه برنامه تیمی از جوانان افغان یک اپلیکیشن و وبسایتی را ساختن که به نام اصیل هست و این اپلیکیشن و وبسایت صنعتگران ما را قادر به این می‌سازه که بتونن محصولات خود در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان به فروش برسانند. و به نمایندگی از این تیم که روی ساخت اپلیکیشن و وبسایت کار کردن، سید شبیر هاشمی و زهرا کریمی با ما هستند در استودیو که با تازگی هم درسایشان ختم شده و فارغ از رشته کامپیوتر ساینس هستند. با ما هستند در استودیو. بسیار خوش آمدین به برنامه و خب تبریک میگم بر شما که تانستین اتر یک اپلیکیشن و وبسایت را بسازین و واقعا یک حس خوب و خوشایند است که بعد از اینکه آدم درسش ختم شود بتونه با توجه به درسی که خوانده چیزی را بسازه. خوش آمدین به برنامه، صبحتان بخیر. تشکر مریم جان و نادیه جان، صبح شما بخیر. سلام به تمام بینندگان تلویزیون طلوع، من زهرا کریمی هستم و به نمایندگی از تیم اصیل افتخاری را دارم که پلتفرم اصیل را برتان معرفی کنم. خوش آمدین شما. یک جان تشکر، من شبیر هستم. سلام خدا به شما و بینندگان محترمتان تقدیم میکنم. خب زهرا جان، در قدم نخست بر ما درباره از این اپلیکیشن معلومات بده، چگونه یک اپلیکیشن است و وبسایت است و چگونه ای را خواستین بسازین؟
تشکر. قبل از اینکه من خودمی پلتفرم اصیل برتون معرفی کنم، میخواستم یک درباره خودمی لوگوی اصیل کمی معلومات بتم. اگر همکارا دست در روی صفحه نشان بتم. بله. لوگوی اصیل یک گل نشان میده که اما خود گل قدیمی ترین گل هسته که روی قالین بافته میشده. اگر همینطور که شما میبینین این قدیمی ترین گل هسته که روی قالین های اصیل افغانی بافته میشده و اگر شما از هر قالین بافی که در آقچه و جوزجان مزار شریف اگر از اونا بپرسین، اونا برتون میگن که این گل قدیمی ترین یا اصیل ترین گل هسته که روی قالین ها بافته میشده از قبل و همچنان از این گل برای در گلدوزی و ایجای هم استفاده میشه زیادتر و از امون خاطر ما لوگوی همی خود پلتفرم امی گل را انتخاب شدیم. تو فکر رسید به ذهنتانه؟ خب در مورد امون تیمی که هستن با هم حتما کار مشترک و نظر مشترک همه بوده؟ بله دقیقا. بنیانگذار ای ایده رئیس ما به نام نصرت خالد هست که اونا پیش از اینکه می خود پلتفرم یعنی خود یک پلتفرم ساخته شود ایدهش از قبل بود و اونا وقتی که با هنرمندان دیدار کردن و درباره کارهایشان پرسیدن باز اونا خودشان گفتن نشان دادن از کارهایشان. مثلا ما یکی از هنرمندای ما که در آقچه هستن اونا امی قالین و گلمای افغانی تولید میکنن. باز وقتی که اینا همراه از اونا صحبت داشتن اونا گفته بودن نقشای قالین نشان دادن، تاریخچهشان نشان داده بودن و از اون خاطر اینا خواستن که امی لوگوی پلتفرم یکی از امی گلای اصیل باشه. واقعا متفاوت است. و خب شبیر جان شما بگوین که در مورد تیمی که کار میکنین کیا هستن در این تیم و مسئولیت هر کدام شما چی بوده در این تیم؟ خب قسمی که زهرا جان گفت اصیل کستک در سال از سال 2018 به این سو ایدیایش وجود داشت، یعنی نصرت خالد امی خود سرتیم ما که استک ایدیای اصیل به خاطر امی به میان آوردن که یک پل ارتباطی میان صنعتگران افغانستان و بازارهای بین المللی جهان باشه من جمله امریکا، اروپا و استرالیا و این به این خاطر ساخته شد که مثلا افغانستان از لحاظ صنایع دستی بسیار مملکت غنی و پیشرفته است و ما صنایع گوناگونی دستی داریم از قالین گرفته تا کالای افغانی تا صنایع چوبی همچنان مسائل زیورالات بسیار زیبا زیورالات وسایل دیکور خانه و خیلی مسائل دیگه ولی مشکل دیگه بود که اینمی صنایع دستی که از دا داخل افغانستان وجود داشت ولی به اندازه بسیار کم مردم از یک ولایت تا دیگه ولایت نمیفهمیدن که کدام صنایع وجود داره کدام نداره و مانده ای که مثلا یکی از صنعتگران افغان بتونه که همون جنسی را که ساخته قالین یا هر چیز دیگه که از تکور به امریکا یا اروپا به فروش برسانه. باز امی بود که می ایدیا به میان آمد که ما اگر یک اپلیکیشن وبسایت بسازیم من هست یک پل ارتباطی عمل بکنیم این درشت صنعت افغانستان درشت ای که صنعتگران افغان میتونن بیشتر زمینه کار داشته باشن و ای که ما بیشتر مردم بتونیم جذب بکنیم نمی صنعت به میان آمد و در سال می 2019 در واشنگتن دی سی سفارت افغانستان خود اپلیکیشن اصیل به اندروید با آی او اس دیوایسز که است رسما به میان آمد در هر دو سیستم عامل قابل استفاده است. بله بله فعلا بر دو سیستم قابل استفاده است، هم در اندروید و هم در آی او اس و همچنین ما یک وبسایت داریم که میتونید از وبسایت خریداری بکنین و صنایعی که است یک قسمی است که خود اصیل که از جنس نمیسازه بلکه اصیل که از صنایع را از صنعتگران افغان میگیره تولیدات را و بعدا این را ما در وبسایت و اپلیکیشن اپلود میکنیم فوتوگرافی میکنیم جور میکنیم. خب چگونه صنعتگران بتونن که در اپلیکیشن وارد شون و محصولات خود را چطور بسازن؟ یک بخش مهم اصیل می است که مثلا صنعتگران در مورد اصیل بفهمه چون ما در حال حاضر 33 صنعت فروشنده صنایع دستی هم را ما کار میکنه و ما توقع داریم که بیشتر و بیشتر هم را ما کار کنیم چون در سطح افغانستان صنایع دستی بسیار زیاد است. مثلا دقندار کلاه قنداری بسیار مقبول دست بافته شده است و همچنان یخن و همچنان کالا و همینطور در نورستان بسیار صنایع چوبی بسیار مقبول است و دیگه و در ولایت که است نظر به مکالچر و کلتور خودشان صنایع دستی گوناگون دارد. اگر کسی بخواد مثلا در پلتفرم اصیل شامل شوه فقط در وبسایت اصیل میتونن رجوع کنن اوجا فرم از فرم میتونن خانه پوری کنن. بعدا همکارای ما از تیم پروداکت بیشتر مریم جان سوال کرد که شما چند تیم دارین؟ ما
تیم پروداکت داریم که اینمی کارا را به دوش داره که مثلا میتونن از به صنعتگران مختلف برن رجوع کنن وسایلشان را ببینن. و چیزی که مثلا نسیل بسیار متفاوت میسازه ای است که ما صنعت را که میگیریم او صنعت باید 100% افغانی باشه. ما تا کسی صنعتکاری که مثلا وسایل دستی میسازه یا کار دست است اما دیزاینش پاکستانی است یا هندی است یا کس دیگه است ما قبول نیست به خاطر که جنس باید افغانی باشه به خاطر که پلتفرم اصلی فعلا در افغانستان کار میکنه. اگر ما در بنگلادش لانج کنیم یا در اندیا یا در کدام مملکت دیگه عین کیس بر از اوناست به خاطر ما از هر مملکت مثل که اصیل اسمش اصیل است ما جنس های اصیل اون منطقه رو میخواییم که به بازار بین المللی برسونیم. بله خب زهرا جان در مورد بازدید وبسایت و پلتفرم بر ما بگو که بازدیدش از زمانی که خب آغاز به کار کردین تا حالا چه وضعیت است؟ ما وبسایت را به صورت رسمی همین خود موبایل اپلیکیشن بعد از اینکه لانچ کردیم اول فقط موبایل اپلیکیشن بود و در اون زمان بسیار مورد پسند مردم قرار گرفته بود. بسیار مردم خارج به می صنایع علاقمندی نشان دادن و بسیار از می صنایع را خواسته بودن و بعد از اینکه وبسایت به میان آمد استفادهش زیادتر شد. اما طور که شما میفهمید بیشتر در افغانستان مردم از وبسایت زیادتر استفاده میکنند تا موبایل اپلیکیشن. و از همون خاطر بخش عمده از امی خود فروشات صنایع دستی از طریق وبسایت صورت گرفت تا ای که ما امی خود موبایل اپلیکیشن اصیل را در موبایل های اندروید هم ایجاد کردیم به خاطر که بیشتر کسایی که همراه امی خود وبسایت اصیل سر و کار دارن اندروید یوزر هستند. بیشتر از امی خود گوشی های اندروید استفاده میکنه از او خاطر ما امی ورژن اندروید را تولید کردیم و او را قرار است که دمی ما به صورت رسمی افتتاح شود امی خود ورژن اندرویدش. اصیل یک بخش از فعالیت های دیگه غیر از اینکه ما امی خود صنایع و محصولات را به فروش میرسانیم و بازار برشان پیدا میکنیم این است که خود امی هنرمندانی که پشت امی صنایع هستند امی داستانشان را و ای که چطوری این وسایل را ایجاد میکنن او را بر مردم نشان میده. خب چقدر این صنعتگران تونستند که آید داشته باشند از طریق از این اپلیکیشن یا وبسایت؟ وقتی که امی خود اصیل موبایلش افتتاح شد موبایل اپش افتتاح شد ما کسان بیشتر از جمله اولین صنعتگرانی که با ما کار کردن زنان بامیان بودن که در اون زمان در حدود 200 تا 300 خانم هم با ایشان کار میکردن و بعد از اینکه به پلتفرم ما اضافه شدن و فروشاتشان به خارج بیشتر شد فعلا در حدود 500 خانم بامیان هستن در بامیان که امی خانم ها کار گلدوزی و دستوزی اینا انجام میتن و تعداد کارمندایشان زیادتر شد و یکی از هدف عمده اصیل ایجاد شغل در افغانستان هست ایجاد 10,000 شغل که این زمان امکان پذیر است که امی صنایع دستی افغانا به صورت یعنی زیادتر علاقمند پیدا کنه و زیادتر به فروش برسه و ما هم به خاطر از اینکه این هنرمندا رو کمک کنیم که بیشتر امی صنایع خود را رونق بتن این پلتفرم و زمینه را برشون خب خودتان بگوین شبیر جان که بیشترین کسایی که در این وبسایت فعال هستن از کدام کشورها هستن و خریداری میکنن از این وبسایت؟ در وبسایت و اپلیکیشن اصیل که هست گرچه اصیل تمام صنایع دستی خود از افغانستان میگیره در حال ولی اکثریت مشتری اصیل که هست کسانی که علاقه مندی به صنایع دستی افغان دارن افغان های هستن که در امریکا زندگی میکنن و در اروپا و همچنان در استرالیا و بدون افغان ها بدون کسایی که افغان هستن از وسایل دستی افغان استفاده میکنن اونا خب با صنعت دستی افغان آشنا هستن با قالین با زیورالات با دیگه چیزا با لباس افغانی ولی امریکایی که در امریکا زندگی میکنن و اروپایی خودشان هم بسیار علاقه مندی دارن یعنی واقعا مثلا ما اکثر اوقات میبینیم یک کسی که از پلتفرم اصیل خریداری میکنه یک خارجی چندین بار دیگه هم خریداری میکنه بخاطر از اینکه مثلا خوش میاد یعنی صنعت دستی افغانستان واقعا که صنعتی است که بی‌نظیر است در صد جهان گفته میتونه مثل که خالی افغان در صد جهان مقام اول داره و سوال بیشتر شما که مثلا اصیل چقدر بازدید کننده داره در وبسایت و اپلیکیشن ما امی ماه پیش بیشتر از 10,000 بازدید کننده داشتیم در وبسایت خود و بیشتر از 1,000 بازدید کننده در اپلیکیشن و این که است ان شاء الله روزی برسه که ما به صدها هزار بازدید کننده داشته باشیم تا اینکه امی صنایع دستی بیشتر و بیشتر به فروش برسانیم و اینکه ایجاد شغل قسمی که زهرا جان گفتن
بیشتر و بیشتر برای افغان ها فراهم شود در زمین صنعت دستی. بله، تشکر و بسیار خوش آمدین به برنامه. حرف و پیامی اگر دارین بفرمایید زهرا جان. شما تشکر از اینکه ما رو دعوت کردین در این برنامه و تنها گفتنی یا پیامی که دارم این است که مردم باید همی خود صنایع دستی افغان ها را حمایت کنند و هرچند که همی صنعت دستی افغان ها در جهان رشد یا پیشرفت کنه، اما قدر برای خود افغانستان خوب است. پس خوب است که از هنرمند و صنعتگران خود حمایت کنه. تشکر، خوش آمدین. شما همچنان مثلا با امید روزی که مثلا اصلا بتونه پلتفرم کلان مثل آمازون شه، بخاطر که مارکت ای کامرس مارکت همی وبسایت که از طریق آنلاین تصدیق میکنن یا خرید فروش میکنن به بیشتر از 700 میلیون دلار میرسه. یک روز مثلا اگر افغانستان بتونه به او دست پیدا بکنه، ما میتونیم مثل آمازون که بیشتر از 700 هزار کارمند داره با صدها هزار شغل داخل افغانستان ایجاد بکنیم. و یکی از بسیار مشکلات عمیق افغانستان مثل ناامنی و بیکاری و غیره برطرف میکنه و ما توقع از هموطنهای ما ای داریم که مثلا صنعت دستی افغانستان استفاده بکنند. هر اگر کمی قیمت تر تمام بشه به خاطر کار دست است. کار دست چیز واضحه است که زمان بیشتر میگیره، وقت بیشتر میگیره، زحمت بیشتر کار داره، اما استفاده بکنن. این هم به نفع مملکت است، هم به نفع مردم است. بله، یک جنس بخرن با کیفیت به جایی که 10 جنس به کیفیت بخرن. خوش آمدین به برنامه. یک جنس شکر. خیلی. بله، بعد از وقفه برمیگردیم. دوباره برگشتیم دوستای عزیز و تشکر از نمرویتون تا این لحظات برنامه و در بخش ورزشگاه هستیم و میخواستیم امرا با آقای فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره مسابقه که دیشب برگزار شد بین کشورهای افغانستان و کشور همان صحبت داشته باشیم، اما متاسفانه به خاطر اینترنت و نتونستن کنن با ما وصل شون و میریم با هم یک جا از بهترین لحظات از این مسابقه که میبینیم و دوباره برمیگردیم. Come on!
بله، خب یه لحظات برتر از مسابقه دیشب افغانستان و عمان، خب تیم افغانستان، تیم ملی فوتبال افغانستان هم خب تانستیم یک گل وارد دروازه عمان بسازیم در نیمه اول و گل زیبایی هم بود که با توسط امید پوپلزه ای گل به ثمر رسید و خوب شد یک گل زدیم که یک رقم میگفتن تیم عمان زیاد قوی است، اما تیم افغانستان هم نشان داد که خب آمادگی داشتن، با روحیه خوب بازی کردن، هرچند گل اول را تیم عمان و ثمر رساند، اما واقعا تیم افغانستان روحیه خودشان از دست دادن و خوب تانستن بازی کنن. تشکر که با ما همراه هستین، بر ما میتونین پیام بگذارین از طریق صفحه فیسبوک بامداد خوش و روی موضوعاتی که فکر میکنین مناسب است در برنامه صحبت کنیم. در طول روز کل پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنین تا که میتونین آب بنوشین که خب این روزا روزای گرم است و دیهایدریت نشین که معافیت بدنتون پایان نبیاره. بزن خبرهای ساعت 8 میریم. بله، با شما هستیم در ادامه برنامه صبحتان بخیر. امروز 12 ماه جون هست که برابر هست با روز جهانی مبارزه با کار کودکان. متاسفانه با شرایط اقتصادی که در افغانستان وجود دارد، نزدیک بیشتر از 4 میلیون کودک در کل افغانستان مجبور به کار هستند. این کودکان خب وقتی کار میکنن از تغذیه و مراقبت خوب برخوردار نیستن و خب در عموم از فرصت کودک بودن در زندگی خود محروم هستند. با تأسف که شرایط کرونایی هم در افغانستان باعث شد که تعداد کودکان کار در افغانستان افزایش پیدا کنه و امروز خواستیم با آقای زلمه فقیری هم در این مورد صحبت کنیم، استاد دانشگاه، تا ببینیم که در افغانستان با برنامه‌هایی که وجود داره بین سازمان‌ها و نهادها و وزارتی هم که در این زمینه مسئولیت داره، چه برنامه‌های مشترکی صورت می‌گیره تا بتونن آمار کودکان کار را کمتر بسازن و برای کودکانی که مجبور به کار کردن هستند به خاطر پول تا مصارف خانوادهشان تأمین شود، چه برنامه‌ای وجود دارد برای رفع این مشکل عمومی در کل افغانستان؟ آقای فقیری، خوش آمدید به برنامه، صبحتان بخیر. سلام به سلبریتی های مشهور و گوینده های موفق تلویزیون جهانی طلوع. صبحتان بخیر، امید که سعادتمند باشین و صبح بخیر میگم به دوستای نهایت عزیز که بیننده برنامه ماست. خب آقای فقیری، در قدم نخست ما از شما که وقت آمار گرفتیم گفتین که 4 میلیون کودک هستن فعلا که مشغول کار هستن در سرتاسر کشور ما افغانستان یا جهان. پس میشه در اول بر ما از این حقوق کودکانی که کار میکنه بر ما یاد کنین که اینا از چه حقوق برخوردار هستن و فعلا در افغانستان از حقوق که اینا دارن استفاده میکنن یا نمیکنن یا برشان توجه صورت میگیرن یا خیر؟ میتونیم بگیم افغانستان بدبختانه یکی از کشورهایی بوده که حقوق نه تنها کودکان بلکه جوانان همچنان اینجا نقض شده و کودکان میفهمیم که آنها از لحاظ روحی، ذهنی، فطری و اجتماعی رشد نکردن و نیاز به فامیل و والدین داره تا از آنها مراقبت کنند و همچنان میتونیم ما بگیم که در افغانستان وقتی که یک طفل که 15 سال، 14 سال، 13 سال بیبشه او را به یعنی به نگاه میبینه که یعنی او جسمن بزرگ شده، روحن بزرگ شده و میتونه که هر کاری که یعنی به او تعمیل شده او انجام بدن. عواملی که تاثیرگذار هست در کار کودکان در افغانستان چی هست؟ عوامل که تاثیرگذار از بالای کودکان و کودکان واقعا زیر شکنجه گرفته او کارهای شاق است میتونیم بگیم که متاسفانه روز به روز کارهای شاقه بالای اطفال زیاد شده و این باعث شده که کودکان از لحاظ روحی روانی خود از دست بتن و نتوانند که به مو خواستهایی که دارن برسن و قسمی که سوالی که گفتین حقوق اطفال، حقوق اطفال فقط والدین در افغانستان به یکی از حقوق اطفال رسیدگی کرده میتونیم بگیم که او نام درست است، اما حق تحصیل که اطفال داره متاسفانه از اطفال گرفته شده.
اطفال ما بنابر اینمی شرایط بد امنیتی که داریم، انفجار، انتحار، فقر، بیچارگی، اینا باعث شده که اطفال ما از تحصیل برگردند. آنها نمیتونن که تحصیل کنند و همچنان آنها نمیتونن که حقوق دیگری که دارن تغذیه هستن، تغذیه درست کنن. بله، خب اقدامات وزارت کار در زمینه با مقابله با کار کودکان در افغانستان چی هست؟ وزارت کار میتونیم بگویم فقط تا هنوز بنام بوده، یعنی تلاش نکردن آنقدر که چشمگیر باشه و بتونیم را قابل ملاحظه داشته باشیم. یعنی تلاش کردن یا تلاش نکردن؟ تا هنوز تلاش نشده. وزارت کار برای کودکان تلاش نکردن که تا کودکان یک برنامه داشته باشن، یک راهکار را جور کنن که از این طریق بتانند کودکان را جمع کنن و از این طریق بتانند کودکان خیابانی را جمع کنن و بتانند که مصروف تحصیل داشته باشن. حالا ما میبینیم در این شرایط بدی امنیتی که داریم فامیل کودکان، مثلا کودکان پدر خود از دست داده، مادر خود از دست داده، دیگه به این طریق نمیتونن آنها مثلا هم نانواری که داشتن او را از دست دادن، اونا مجبور هستن که برن روزانه کارهای شاقه کنن، در داشهای خوش، در هتل ها، در رستورانت ها، منحیث برده در خانه. همچنان میتونیم بگویم که از اینها سوء استفاده ها همچنان صورت میگیره. متاسفانه مردم ما، هر یک ما ایران مسئولیت خود میبینیم که ما باید بتونیم که به اطفال خودم یا متوجه اطفال باشه. اما متاسفانه بیشترین مردم افغانستان که میبینیم باز هم نه ای که به اطفال کمک میکنن یا با آنها مثلا بتونن که یک نوازش آنها را کنن، تربیت آنها را کنن، برعکس شاید بتونن که آنها را سرزنش کنن. خب شما چی فکر میکنین برخورد و رفتار با کودکان کار؟ خب جدای از اینکه وقتی ما یک کودک در این وضعیت میبینیم یک حس ترحم برش میداشته باشیم، حس دلسوزی، اما کدام برخورد میتونه بهترین رفتار با اتو کودکان باشه؟ برخورد خوب کودکان میفهمن که وقتی که ما یک نهال غرس میکنیم، این حال نیاز داره که ما از این پرورش کنیم، احتیاجاتی را برآورده بسازیم تا که بتانه که به ثمر برسه. اگر ما مثلا نهال آب نتیم، متوجهش نباشیم، پس این آهسته آهسته خشک میشه، نابود میشه. پس اطفال افغانستان هم نیاز به تربیت، پرورش و محبت دارند تا که اینها بتانن رشد کنن. چرا ما کشورهای بیرون از افغانستان ببینیم چقدر برای اطفال کار میکنن؟ اطفال که در سن 4 و 5 میرسه، آنها را خود دولتش متوجه میباشه، به کودکستان ها میفرسته. خب علاوه که دولت متوجه میباشه، بعضی از کشورهای ثروتمند میخواین امرا با این کشورهای فقیر کمک داشته باشه. آیا کشور افغانستان هم تونسته که از کشورهای دیگه به خاطر نیازمندی کودکانی که فعلا مصروف کار هستند کمک کنن یا نه؟ نهادهای مختلفی وجود دارند که در عرصه کودکان کار میکنند و تلاش و هدف آنهایی است که بتانند کمی بحرانی که در عرصه کودکان وجود داره هی را بتانند که کم بسازند یا نابود بسازند. همچنان کشورهایی که میتونیم بگیم که در عرصه کمک رسانی در افغانستان همکار هستند، آنها همچنان خیلی توجه جدی دارند و در دولت افغانستان یعنی پول کمک میکنن تا که بتانن که از این طریق اطفال از این بحران که هست نجات بتن. اما باز هم میریم به گپ قبلی خود که توجه دولت ما خیلی اندک است. خب ما میبینیم که یک طفلی که در جاده ها که میریم، در هر جاده متاسفانه که با پاهای برانه در نمی گرمی تابستان و سردی زمستان مصروف کارهای شاقه هستن، بخصوص اسپند و گدایی. خب اینجا ما میتونیم که اطفال تحت یک راهکار از جاده ها جمع شوند و با اینها مثلا یک مکانی که مثلا میتونه که بنام یک فضای دوستانه اطفال ایجاد شود تا که اطفال در اینجا جمع شوند و همچنان به خانواده های از یا که مثلا شاید این طفل 10-12 سال داره، شاید 5 طفل دیگه در خانه باشه که شکر آقای فقیه
خوش آمدیم به برنامه و خصوصا فعلا که موضوع ویروس کرونا یک چالش ملی هست. امیدوار هستیم که با سازمان هایی که در این زمینه کار میکنند طرح مشترکی ایجاد شود تا به صحت کودکان زباله‌گرد هم در افغانستان فکری شود، چون میتونن که انتقال دهنده ویروس کرونا باشن، نه تنها که صحت خودشان در خطر، صحت تعداد زیادی از مردم را هم میتونن به خطر بندازن. بعد از وقفه در ادامه برنامه با ما همراه باشین. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز، ادامه برنامه بامداد خوش است و در بخش درمانگاه هستیم. دکتر مژگان نهضت با ما هستند، متخصص نسایی ولادی، و می خواهیم امروز روی موضوعی صحبت کنیم، علت سقط جنین که به صورت دوامدار می باشه. و همچنان اگر شما کدام سوال دارین می دانین به 8656 در تماس شوین و سوالتان به دکتر صاحب بگوین و راهکارشون رو می تانین عمل کنین. بله دکتر صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه. سلام مجدد به شما و سلام به بیننده های پروگرامتان. خوش شدم از اینکه با شما هستم. امید هفته خوب رو آغاز کرده باشم. تشکر، خوش آمدین به برنامه. خب صحبت ها رو از اینجا آغاز میکنیم که فعلا که خب موضوع کرونا است در افغانستان، در کل دنیا هر گپی که میشه او رو با کرونا ارتباط میتن. اگر کسی ریزشمو پیدا میکنن میگن که خوبی به خاطر است که من کرونا گرفته بودم، یا خلاصه هر مشکل صحی را ارتباط میتن با کرونا، مشکلات صحی، مشکلات روانی. اما خب آیا سقط های پیاپی هم میتونه ارتباطی داشته باشه با کرونا و واکسین کرونا؟ اولی که مقصد سقط های پیاپی چی است که را بیننده ها بفهمن، یک رقم سقط میباشه که مریض یک طفل زایی کرده، بعد دو طفل سالم داشته، باز دیگه طفل زایی کرده، باز طفل سالم داشته. این فرق میکنه با سقط های پی در پی. این سقط پی در پی نیست. این نیست. ولی اگر خانم دو یا سه سقط پشت هم داشته باشه، یعنی سه طفل زایی کرده، سقط شده و یک طفل سالم دیگه بین نداشته، به این سقط های پی در پی گفته میشه. که این عوامل مختلف دارم. اول میام سوال شما که گفتین آیا کرونا تاثیر داره سرش؟ کووید 19 تاثیر مستقیم سر سقط های پی در پی یا مسکریج نداره، ولی بله اگر اعراض علائمی که در کرونا می باشه، بعض اعراض علائمی سر سقط های سر جنین تاثیر داره و سبب سقط شده میتونه. از جمله احصالات یک حرز بسیار مهم است. اگر خانم از سبب کرونا احصال می باشه، این سبب شده میتونه که تقلصات رحمی به وجود بیاد و طفل پیش از وقت و پیش از 20 هفته زایی شود. ولی خود کرونا به طور مستقیم سبب زایی شدن طفل نمیتونه. بسیار واقعات کمش دیده شده. تا حال دو کیس دیده شده در امریکا که از سبب کرونا سقط داشتن. خب دکتر صاحب علت این سقط های پی در پی چی است؟ میشه مورد از یان بر ما بگوین و این میتونه که خطرناک باشه یا نه؟ سقط های پی در پی علت های مختلف داره که ممکن وزن مادر، امراض مختلف در مادر، خوراکی که مادر میکنه، حتی جایی که مادر زندگی میکنه، محیط زیست تاثیر داره، در کدام منطقه دنیا زندگی میکنه این تاثیر داره. نه تنها که خانم مشکلات می داشته باشه که سبب سقط میشه، حتی نزد آقا هم بعض مشکلات می باشه که سبب سقط شده میتونه. سن سال خانم و سن سال آقا هر دو در سقط های پیاپی رول داره. میتونه خطرناک باشه؟ بله میتونه خطرناک باشه. اگر خانم وزن زیاد داره و بیمایش زیادتر از 35% نباشه، زیادتر از 28% نباشه، یعنی وزن نظر به قدر اگر باز ما محاسبه میکنیم، اگر هی زیادتر از 28% نزد خانم میباشه، اینا زیادتر در معرض خطر هستن که سقط های پی در پی داشته باشن. و به قسم خانمایی که شکر میداشته باشه و خانمایی که فشار بلند میداشته باشه، فشار بلند نه تنها سبب سقط های پی در پی میشه، سبب به انترا یوترین دیت و سبب به مرگ طفل شده میتونه، یعنی بعد از 20 هفته هم شده میتونه که فشار بلند مشکل ساز باشه. به می قسم زیادترین مشکلات در دیگه ممالک مشکلات کروموزومی یا جنتیکی سبب خطر، سبب سقط ها شده میتونه. ولی در افغانستان چیزی که زیاد سبب سقط ها شده میتونه او امراض به اصطلاح هم اگر بگویم امراض ایوانی میباشه، اگر به اصطلاح تیبی بگویم توکسوپلازموس میباشه،
سایتومیگالی ویروس میباشه، اپ زوستر میباشه که اینا اگر بر وقت تشخیص شوه و تداویش صورت بگیره خانم از یعنی جنین سقط نمیشه. خب دکتر صاحب، در افغانستان طور است که یک خانمی که یک بار سقط کرد خب بسیار زود تصمیم به حمل دوم میگیره و حتی دوباره پیش دکتر نمیره، حمل دوم هم میگیره و همینطور حمل دومش هم از سقط میشه. یعنی این تجربه بعد از 3-4 دفعه که تو یک اتفاق افتاد یک کسی پیش دکتر میره و باز او وقت نظر دکتر هم میگیرن. مشوره شما چی است؟ یعنی وقتی یک خانواده طفلشان زایع میشه ضرورت است که به دکتر مراجعه کنه، حمل بعدی را چه وقت باید بگیره؟ وقتی که خانم یک سقط و جنین سقط میشه برشان اکثرا میگیم که شما 6 ماه بعد اجازه دارین که دیگه عمل بگیرین. وقتی که 6 ماه مدت است بعد از اینکه طفل سقط میشه یا طفل پیدا میشه، این مدت است که تغییرات هورمونی که در خانم آمده و تغییرات فیزیولوژیکی که در خانم به وجود آمده این پس به حالت اول برگرده، چون در دوران حمل یک حد تغییرات هورمونی، بعض هورمونها مقدار زیاد میشه بعضن کم میشه که به خاطر پیشرفت حمل ضروری هست. ولی اگر خانم پیش از 6 ماه عمل میگیره این تغییرات هورمونی است، امر از تغییرات هورمونی جدید با صورت میگیره که اگر سوی یک هورمون اگر یک چند بلند رفت باید باشه در دوران حمل، این دو چند بلند میشه، در صورت تاثیر خطرناک داره برای طفل و برای جنین و مادر و سبب سقط میشه. از این خاطر به می قسم از لحاظ فیزیولوژیکی که سایز رحم و همچنان سایکلی که ماهوار خانم می داشته باشه او باید ریگولر شوه و این هم پس به حالت اول بر بگرده، در این 6 ماه بر میگیره و اگر خانه پیش از این عمل میگیره سبب خطر میشه بردشان. خب بعضی ها دکتر صاحب میگن که بعد از اینکه طفلشان سقط میشه اگر زودتر باردار نشن باعث از این میشه که دیگه هیچ وقت فرزند نداشته باشن و این بعض دواها را همچنان استفاده میکنن. این استفاده کردن دواها چقدر میتونه تاثیرات بالای سقط جنین داشته باشه؟ باید یک گپ یاد آورم که وقتی که یک دختر خانم از 27 سال عمرش کم است و ای ازدواج میکنه تا 2 سال اول اگر سنش خورد می باشه تا 2 سال اول بسیار زیاد چانس هست که اینا سقطای پدر پر داشته باشه، چون خودش هنوز نمایش مکمل نشده. یعنی یک خانم 25 ساله نه 20 اگر از 18 پایین ازدواج میکنه، ولی اگر 20 تا 27 تا ماز خیر تا 2 سال اول منتظر باشن و خطا نشن کارتی زودتر عمل بگیرن. اگر دی دوران اینا یک سقط می داشته باشن و میگه اگر زود عمل نگیریم می خطرناک است، این گپ غلط است. یه اصلا هیچ کم تحقیق صورت نگرفته بلکه یه هنوز خود خطرناک است. ولی اگر از 27 سال عمرشان پایین است میتونن منتظر باشن، هیچ ضرور نیست که وار خطا شوند، تا 2 سال دیگه نمیتونن منتظر باشن، 6 ماه چی که 2 سال دیگه هم میتونن منتظر باشن. ولی ها اگر از 35 عمر خانم زیادتر است باز بعد از 6 ماه چیز زودتر دوا بگیرن خوبتر است، ولی بعد از 35 سال اگر ارقدر با تعویق مندازن عمل گرفتن این سبب میشه که چانس سقط نزد خانم بیشتر گردد. خب بعضی هستن در انگام بارداری هم از بعضی داروها استفاده میکنن که میگن بعدها باعث سقط خود طفل میشه، این تا چیت میتونه که درست باشه؟ این بسیار زیاد مهم است، از این خاطر خانم ها رو میگیم که هر ماه باید پیش دکتر بره و این دوا رو بدون اجازه دکتر نگیره. بسیار دواهای هورمونی است که سبب سقط عام میشه و بسیار دواهای یک آنتی بیوتیک ساده هم سبب سقط شده میتونه، مثلا اماکسیل خود سبب اصالات نزد خانم شده میتونه که بعدا هی سبب سقط میشه. و دکتر شد در مورد دواها گفتین، خب فعلا یعنی در افغانستان همینطور است که تابلت ویتامین کسی سر بدون نسخه دکتر میره میخره. یک خانم حامله تابلت های ویتامین، تابلت زنک که فعلا بسیار عموم هست و میگن استفاده کنین، تابلت ویتامین دی و سفترکسون که بسیار عام است و هر دکتر صاحب در نسخه خود حتما سفترکسون بر مریض بله خود میده. هم از مریم جان که سیروم بله. خب نظر شما چی است دکتر صاحب در این مورد؟ اگر خانم از ملتی ویتامین میگیره، در بعض دقیقات گفته شده که مشکل نیست ملتی ویتامین بگیرم، ولی باید ملتی ویتامین با دکتر نشان داده شود. بعض ملتی ویتامین ها هست که به خانم عامله کانتر ایندیکیت هست، یعنی مزاد استباب هست که باید دادن نشه. خصوصا ملتی ویتامین های کمرای خود سیلینیوم داره، یک مواد است اگر خانم های عامله از این استفاده میکنن نه تنها سبب سقط طفلشان میشه، سبب از بین سبب رفت یعنی ریزش مو هم میشه که باید بسیار زیاد احتیاط کنند. در بعض تحقیقات میگه که حتی ملتی ویتامین ساده در 3 ماه اول نباید استفاده شود. در 3 ماه اول خانم تنها اجازه داره فولیک اسید بگیره. بله این صحبت ها رو تکمیل میکنیم. دکتر صاحب یک تماس داره، مرضیه جان پشت خط هستن. سلام مرضیه جان، بفرما میتونی سوالت بپرسی.
مرزیه جان ما مشنویم صدایت، بفرما. خب بله صدایش همکارا اگر به ما در استودیو هم بتین. خب متاسفانه نداریم صدای مرزیه جان صحبت های شما. و قسمی که تنها گفتیم تنها خانم ها در این چی نیستن، تنها مریض خانم ها در این رول نداره، بلکه آقایان و سن سال آقایان و همچنین بعض همراز که نزد آقایان می باشه این بسیار زیاد رول داره. و در مورد استفاده ویتامین دی، زنک، مولتی ویتامین، سیروم، اگر اینا دست ما استفاده، حتی اگر سیروم ساده هم است استفاده نشه بهتر است. ولی اگر می بینیم که خانم بالکل دیادریس بسیار زیاد زیاد آب مایات داره، در صورت مشکل نیست اگر از مایات استفاده شه، یا اگر خانم از طریق دهن چیز گرفتن نمیتونه، بسیار بعضا دلبدی های شدید می داشته باشه، در صورت باز مانع نیست برشون میدیم، ولی احتیاط شوه خوبتر است در این صورت هم. بله و خب بر تکمیل صحبت های امروز ما، اگر موضوع مونده بسیار کوتاه، ای که تنها گفتم تنها خانم ها تا خوراک که میکنن باید بسیار زیاد محتاط باشن. بعض خوراک ها مثل انگور سیاه و همچنان اناناس سبب سقط ها شده میتونه که باید بسیار زیاد احتیاط کنن در سیم اول. بله تشکر دکتر. بعد از وقفه برمیگردیم و با شما خواهیم بود. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز و تشکر از امرویتون تا لحظات برنامه. میریم به این قسمت برنامه، یک طنز زیبایی از تیم شبکه خنده را با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم با بامداد باشیم. دوستا قسمی که میبینیم امروز خمیر درونی بابا مدلنگ میکنم بالای شطور، که شطور نبود پس میایا پس میایا قسمی که میبینیم امروز یک مصاحبه بعدی هم خود داشتیم، خودشان حاله شاید دوباره پس بیایه و ازشان دوباره میان. بله یا ببینیم که از کجا شروع میشه و این بار چی میکنه. این بار با قوطی خورما وارد میشه، در مودلنگ میایه، در مودلنگ. فقط برای چند ثانیه اینا را استاد میکنیم و ببینیم که اینا چی میکنن. سلام علیکم، اجازه است؟ بله بله. خورما بگیریم. سلام علیکم صاحب، بسیار زیاد خوش آمدید. خیر باشه. سوال اول ما یکی از خبرنگارای یکی از تلویزیون هستیم، ازی بگوین که شما اول که بالای شطور آمدین ای چی مانا میداد ای مدلنگتان؟ بخاطر ازی که کل حسابا جور است، امنیت برقرار است، جنگ نیست، ما خمیر درونی است. خمیر درونی گفتم، خمیر درونی است. نام ما رو گرفتین؟ ها نامتان رو میگیریم. علنمان خیاط خمیر درونی. با افتخار. با افتخارشان علنمان خیاط. ما یک دفعه سر شطور دیدین مره، سر گوسفند مره ندیده بودین، سر گوسفند هم آمدم دیگه دفعه انشالله اگر رضای خدا بود سر گو میم. و گپی از دوستای عزیز که شکر آرام آرامی است، انتحار نیست، انفجار نیست، جنگ نیست، دوزی نیست، بسیکل کسی گم نشده، موبایل کسی دوزی نشده، موتور کسی دوزی نشده، پولیس والیا سقوط نکرده. ما بعدین قرن مصر برای تفریح وقت داریم، قرار و قراری است. با افتخار جانه کف ما کم بدین، شما میتونم مدلنگ کده برین؟ مدلنگ کده. با افتخارشان جورنالیست های عزیز لطفا تلفن هایتان خاموش باشه. پس می آیا؟ پس آمد، پس آمد. اینا دیگه کار ندارن، پس که برای پس می آیا؟ کسی یک دخل کپ مونده. با افتخارشان دیگه هیچ کار ندارن، بهترین کار رو برای خود انتخاب کردن. باها تبریک باشه. بله یه از شرایط امنیتی و خب شرایط صحی هم فعلا ما و شما بسیار خوب میدانیم که وزارت صحت میگه که مشکل نیست، اکسیژن وجود داره بر بیماران کرونا، شفاخانه‌های کرونا خب زیر کنترل است، ما کمک میکنیم به وضعیت صحی مردم. مردم میگن که نه ما بسیار مشکل داریم. خب دو تا صحبت کاملا در تقابل هم قرار داره. اگر مشکلی دارین در مورد صحت در افغانستان، ما در بخش بعدی برنامه، در بخش پایانی برنامه روی موضوع صحت صحبت میکنیم. آقای دستگیر نظری مهمان ما خواهند بود، سخنگوی وزارت صحت عامه، و میخوایم در مورد مشکلات شما همراهشون صحبت کنیم. پس تماس بگیرین به 8656 بعد از وقفه. بله برگشتیم و در ادامه برنامه با شما هستیم.
دوست عزیز، در این بخش خود ما صدف سلطانی مدل ربا خود داریم که می خواهیم در مورد زندگیشان و فعالیتهایشان معلومات حاصل کنیم و با ما هستند. سلام، صبحتان بخیر. صبح شما بخیر، تشکر از اینکه ما را با خود داریم. بله، خب شاید شما دیده باشین کارهای خانم سلطانی را در صفحات اجتماعی از طریق صفحات اجتماعی و سوشال میدیا همراهشان آشنا باشین. امروز بیشتر میخواییم که با خانم سلطانی آشنا شویم در این بخش برنامه. بسیار خوش آمدین به بامداد خوش. خانم سلطانی، میشه بگوین در مورد زندگیتان کجا شما به دنیا آمدین و در مورد کسب عنوان بانوی جنوب آسیا بگوین که چطور شما ای را به دست آوردین؟ خب ما به کابل به دنیا آمدیم و به لندن بزرگ شدیم و تحصیلات اینای خود هم به لندن به پایین رساندیم. ما همیشه وقت به خانم بودیم که کوشش کردیم که تغییراتی به جامعه خود بیارم. و خب شما لقب بانوی جنوب آسیا را در سال 2014 به دست آوردین، بگوین در موردش بیشتر. بله، ما به یک خانواده بزرگ شدیم که کلان خانم ها بودن و در طفولیت پدر خود از دست دادیم و همیشه دیدگاه خانم ها که مثلا به میدیا نشر میشه یا به غرب نشر میشه دیدگاه مختلفی بوده با دیدگاه خودم که داشتیم. ما همیشه دیدگاهی داشتیم که مثلا خانم ها قوی هستن و مثلا مادر خود دیدیم که 4 تا طفل خود به بسیار مشکلات و زحمات بزرگ کردن. ما خواستیم که امین دیدگاهشان با کارهای خود با توانایی که خودم باشم این دیدگاه را تغییر بودم و همین مرا بسیار تشویق کرد که ما بتونم به همچو شوه یا همچو کمپیتیشن اشتراک کردم، از خانم های افغان صحبت کنم، از صدای خانم های افغان صحبت کنم و بتونم که خودکفا باشم در عرصه مثلا زندگی خود. یعنی ما همیشه به سوشل میدیا یا به تلویزیون میبینیم که از خانمای افغان چیزی که نشر میشه ای است که اونا خودکفا نیستن و ما میخوایم کمی خودکفاییشون یعنی بیشتر شوه و بله. او امی به می خاطر ما کارهای داشتم، بوتیک را باز کردم یا بزنس داشتم که امی خانم ها را خواستم به افغانستان بیشتر به سوی کار و اینا تقویه کنم، یعنی کارسازی بتونم بکنم بر افغانستان. بله، خب و ای که بر علاوه ای که خب شما کار مدلینگ میکنین، شما کارهای خیریه هم دارین، میشه در مورد نهاد خیریه تان بگوین که هدف از ایجاد این نهاد خیریه چی بوده؟ این نهاد خیریه از مادرم میباشه و ما یک عضو از نهاد خیریه هستم که ما کوشش کردیم به خانمایی که مثلا به صورتشان تیزاب زده شده یا مثلا قربانی خشونت بودن اینا را کمک بتونیم بکنیم و یک تغییرات مثبت به زندگیشان بیاریم، به زندگی رنج دیده که اینا داشتن. واقعا ما این احساس هم میکنیم چون ما خود ما خانم هستیم، میفهمیم که چقدر صورت زن یا بدن زن برشون مهم میباشه و خواستیم یک نوع تغییرات مثبت بیاریم و مثلا کارسازی بتونیم بکنیم به داخل افغانستان. از کدام سالی نهاد فعالیت داره؟ از سال 2017 به افغانستان باز شده بود و از او به بعد حالا فعلا کارهایش به جریان است، گیره به اروپا هم ببریم چون بیشترین پولی که به ما میایه به این نهاد از اروپا میباشه. بله، خب صدف جان، به خاطر مدل شدن خبر شدیم به چند کورس آموزشی هم همچنان رفتین و چی تمرینات را خودتان انجام دادین و با چی چالش های روبرو شدین تا که تانستین یک مدل بسیار خوب باشین؟ مدل بودن یکی از کارهایم است. من بیشتر به تجارت میکنم، بیشتر کارهای دیگه دارم، یعنی کار روزمره متفاوت است که به مثلا کلینیکات زیبایی اینا کار روزمره خود دارم و بر علاوه از اون مدلینگ یک زمینه سازی شد که من بتونم
امی پیام هایی را که خودم میخوایم تغییرات را که به جامعه خود ببینم امو تغییرات از این زمینات استفاده کنم و بیارم و مثل که هابی بگویم یا مثل که شوق علاقه است و ما سرگرمی است مدلینگ کار اصلی شما بزنس است کار اصلیم بزنس است و کار اصلیم در عرصه زیبایی است در عرصه کلینیک است که با او کار میکنم باز به می روزهای رخصتی کوشش میکنم که به بوتیک خود که به افغانستان است او را پیش ببرم و دیگر بزنس های هم در پیش دارم که اونا را کوشش دارم که پیش ببرم بله بله توصیه شما برای خانم‌ها چی است خصوصا کسایی که علاقه به مدلینگ دارن یا علاقه به تجارت دارن شما چی پیشنهاد برشان دارین خب انگیزه ندارن نمیتونن کار را شروع کنن از تجربه‌ای که شما در طول مدت تانستین کسب کنین چی گفتنی دارین برای اون که خودشان باشن و کوشش کنن هیچ وقت تسلیم نشن مشکل است راه دوچاره هست دیدگاه مردم خصوصا بر افغانستان و مدلینگ بسیار دیدگاه منفی است اما نگفتن همونه که ما به مثلا ساحر زیاد مثلا خانم هایی داریم که مثلا به دولت کار میکنن به پارلمان کار میکنن مثلا خانم های قوی هستن که این اپورتونیتی ها 20 سال پیش دیدگاه مردم مختلف بود مردم این دیدگاه خود تغییر دادن مثلا در عرصه اگر بگویم که دولت ما خانم کوفی را داریم خانم شکریه بارکزه داریم از نگاه مثلا مسلک اگر بگویم یا آرت بگویم خانم آریانا را داریم خانم رویا سادات را داریم خانم صحرا کریمی را داریم و از یعنی از بسیار تغییرات مثبت به جامعه ما آمده از 20 سال قبل تا به حال شما را داریم خانم مریم تشکر تشکر خب صدف جان خودت گفتی که نه در افغانستان دیدگاهی بسیار متفاوت دارن کسایی که مدل هستن و میخواین مدل شون خودت کدام دشواری ها را باش روبرو شدی تا که تانستی مدل باشی و نظر مردم در اوایل به خودت چگونه بود و حالا چقدر مثبت شده یعنی دیدگاهشان مثبت نیست بله درست است این و ما روی از کار کردن میتونیم با امی که خود ما باشیم با امی که مشکل هست واقعا امی که بتونیم خود ما به مثلا صفحه تلویزیون ظاهر شویم و از کارهای خود صحبت کنیم این بسیار کار دشوار است به باز خانم ها اولا از خودم یعنی حراسی که من امروز داشتم بار اول است ما به تلویزیون میایم اما باید امو ترس هایتانه بشکنن امو درهای بستر باز کنین امو بالهایتانه یعنی باز کنین میفهم که مشکل است میفهم که کار آسان نیست به جامعه امروزی ما که ما بتانیم منیست یک خانم خود ما باشیم و نگفتن همونه که این دیدگاه منفیشان وقت تغییر میکنن وقتی که اینا خانم ها را بیشتر به رسانه ها ببینن بیشتر به فعالیت هایشان ببینن بیشتر به تجارت خانه ها ببینن که یعنی اینا هم کار میکنن زحمات میکشن همیشه خانم ها مثلا به صفحه های تلویزیون منعیست یک قربانی ظاهر میشن من میخوام کمی دیدگاه تغییر کنه خصوصا به غرب چون ما خانم های بسیار قوی داریم من مریم جان بیشتر وقت تماشا میکنم و به من یک روحی بسیار خوب میده شما را تمام خانم هایی که به تمام رسانه ها کار میکنه این یک جرأت خاصی به ما میده که ما بتونیم یعنی بیشتر فعالیت کنیم بله. بیشتر روی کارهای خود کار کنیم تشکر صدف جان از اینکه امروز قبول کردی و مهمان ما بودی در بامداد خوش آمدید لطف کردین برنامه اولم بود و واقعا خوش گذشت و امی پیامی را دارم که به تمام خانم ها که خودتان باشین حتی اگر یک قدم به یک روز باشه و بسیار مشکل هم یک تغییرات مثبت به جامعه تشکر خوش آمدید به برنامه بعد از لحظات کوتاه برمیگردیم در ادامه برنامه
بله، در ادامه برنامه با شما هستیم. اگر سوالی دارین میتونین تماس بگیرین به 86 56، منتظر سوالات شما هم هستیم. در این بخش برنامه آقای دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه، مهمان ما هستند در بامداد خوش امروز. خوش آمدین آقای نظری، صبح بخیر. همه از کمبود واکسین میگفتن و خب منتظر بودن که محموله بعدی به افغانستان چی وقت میرسن، انتظار گویا به پایان رسید و تبریک باشه که واکسین تشکر. چینی به افغانستان رسید. تشکر. سلام و صبح شما هم بخیر از تمام هموطنهای ما. خوشبختانه هم قسم که گفتین ما روز پنجشنبه شاهد رسیدن 700 هزار دوز واکسین از کشور چین بودیم. روند توزیع از او در 34 ولایت افغانستان روز پنجشنبه شروع شد. خوشبختانه که ما تانستیم در ظرف کمتر از 15 دقیقه او را از میدان هوایی، از گمرک میدان هوایی بیرون بکنیم و عملا از قبل چون پلان تقسیمی از او را داشتیم، او را به 34 ولایت افغانستان در حرکت هستند. در یک تعداد از ولایت های افغانستان عملا واکسین رسیده و از امروز روند تطبیق شروع میشه. در یک تعداد از ولایت ها انشاءالله از فردا روند تطبیق شروع. بله، این واکسینی که از چین به افغانستان آمده ساینوفارم هست یا ساینوواک؟ واکسین ساینوفارم هست که خوشبختانه تاییدیه سازمان صحت جهان را هم داره و به اندازه بسیار وسیع در اکثریت کشورهای دنیا استفاده شده. بله، مورد خب ای که یک اطمینان اگر بتین بر مردم و اعتماد ایجاد کنین و ای که هنوز هم تردیدهایی وجود دارد مورد خب ای که واکسین چینی بهتر است یا واکسین هندی بهتر است یا واکسین آمریکایی بهتر است. این گپی است که خب مردم میگن. و موضوع دیگر مگر اشاره کنین که خب در مورد طرح واکسیناسیون دوره چگونه هست؟ اولا خب ما واکسین که تاییدیه سازمان صحت جهان را داشته باشه چیزی به نام واکسین خوب و خوبتر نداره. وقتی یک پروسه بسیار کلان و طولانی را طی میکنه، چیزی که بسیار مهم است در او پروسه تاییدیه سازمان صحت جهانی است که این واکسین چقدر مفید است، عارض علائم جانبی کوتاه مدت و طویل مدتش چی میتونه باشه و در صورتی که او عارض جانبیش مشکل جدی داشته باشه او تایید نمیشه. چند فیصد معافیت ایجاد میکنه این واکسین؟ بین 75 تا 80 فیصد هست که معافیت را ایجاد میکنه. تقریبا مشابه با واکسین استرازنیکا است و از لحاظ مسئولیت خود کاملا یک واکسین مسئول است. بنابراین برای مایی که تکنیکی هستون در این بخش چیزی به نام واکسین خوب و یا بد نداریم. تمام واکسین که تاییدی سازمان صحت جهان داشته باشه کلگیش واکسین خوب است. بله. و طرح واکسیناسیون؟ به ارتباط طرح واکسیناسیون در این وقت از زمان به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و افرادی که سن بالاتر دارند بیشترین خطر دارند که در صورتی که مبتلا میشن امکان وخامتشون بسیار بالا هست و میتونن حتی جان خود از دست بدن. بنابراین وزارت صحت عامه افغانستان در این مقطع از زمان تمرکزش سر افراد بالاتر از سن 50 سال کسایی که هستن و افرادی که امراض مزمن دارن. یک چیزی را که بسیار واضح باز میخوام تکرار کنم، وقتی میگم افراد مزمن شامل فشار بلند، نفس تنگی، مشکل شکر، مشکلات قلبی و هر نوع مشکلی که هر نوع مریضی که یک مریض به خاطر از او دوای متواتر میگیره او در اولویت هستن که باید واکسین شوند. من بارها متوجه شدم یک تعداد حتی از اعضای خانواده از دوستا برای من پیام میمانند که دکتر صاحب این پدرم خوب خبر داری اون مشکل قلبی داره دیگه، من واکسین برش تطبیق نکردم که شاید مشکل داشته باشه. من همیشه برایشون پیام میمیاد که او باید در او در اولویت قرار داره، باید اولتر از خودت او آدم بیاری به خاطر اینکه مشکل قلبی داره، مشکل تنفسی داره. آقای نظری اگر اجازه بدین شگوفا جان پشت خط هستن ببینیم سوالشون چی هست. صبحتان بخیر شگوفا جان، بفرمایید سوال شما چی است؟ سلام صبح همیتان خیلی. یک پرسش از آقای نظری داشتم، ای که اکسیژن گفته میشه که اکسیژن در بیشتر از شفاخانه ها کمبود هستن و مریضا با کمبود اکسیژن دست پنجه نرم کنن، در حالتی که شفاخانه های استاک کردن که مثل قصبه و شفاخانه های دیگه که در آنجا دستگاهی تولید اکسیژن بود، اما حالا وقتی که بستر در شفاخانه پیدا نمیشه این دستگاه های تولید اکسیژن چی به دست میخورن در حالتی که مریضا بیشترشان با کمبود اکسیژن روبرو هستند؟ من پرسش من این است که ظرفیت تولید اکسیژن چقدر است و مریضایی که با کمبود اکسیژن روبرو هستند در حالی که بستر هم خالی نیست در شفاخانه هایی که دستگاه تولید اکسیژن در آنجا است، آنا چی کنند؟ تشکر شگفا جان از خودت. خب آقای نظری جواب شما. تشکر. ما خب اول خب بحث جواب میدم، باز یک سوال ما از خواهرم که زنگ زدن دارم.
متاسفانه که بوران اکسیژن در کشور وجود داره. وجود داره. دقیقاً. این وزارت اتمی افغانستان هیچ زمان رد نکرده و در کنفرانس های خبری بارها توسط رهبری وزارت اتمی افغانستان هم گفته شده، ولی تا این لحظه که امروزتون صحبت میکنم هیچ یک از هموطن ما در هیچ جای از افغانستان به دلیل نبود اکسیژن جان خود از دست نداده. این را به اطمینان خاطر برتان میتونم بگم ما تانستیم تا این لحظه مدیریت بکنیم، ولی سوالی است که ما خود تلاش خود میکنیم، از شخص رئیس جمهور کشور گرفته تا پیاده ای که داخل شفاخانه کار میکنه پشت بالون اکسیژن میگرده، من شهروند چی کردم؟ سوال من از خواهرم است که در یک هفته گذشته چند بار خواهرم شما به عروسی رفتین، با وجود از اینکه وزارت اطمینان افغانستان گفته که شما باید از اجتماعات بپرهیزین. بله خب شوفا جان پشت خط هستن، شوفا جان اگر مایل هستی میتونی جواب بدی. موضوع قرنطینه موضوعی که پس بر جایی که ازدحام بیشتر هستن در اونجا نرم، خب ایره طبعاً همگی مراعات میکنن، اما موضوع اصلی کمبود اکسیژن است. یعنی خود با مسئولان شفاخانه‌ای که دولتی هستن با تماس شدیم حداقل دیروز، آنها تمامشان گفتن که ما بستر خالی نداریم، حتی بسترهای اضافه را ما گذاشتیم مثلا در شفاخانه افغان جاپان، شفاخانه قصبه و همه شفاخانه دیگر. پس وقتی که این باشه یعنی نمیشه که اگر گفته شده پاسخ به این داده شده که ما شما چقدر رفتیم، شما چقدر با روسیا و اینا شرکت کردیم، این مسائل جداست، هر کس مسئول از یک جا خود حفاظت کنه. تشکر شکوفا جان. وقتی که مبتلا بسته میشه مطمئنن که وزارت اتم افغانستان مسئولیت ارزی خدمات صحی را داره، با او شک وجود نداره، ولی من بارها در این استیدیو و در چندین استیدیوی رسانه های افغانستان گفتم وزارت اتمی افغانستان یک ظرفیت داره، او ظرفیتش تصور بکنه اینمی گلاس است، به مجرد از اینکه پر شد لبریز میشه. ما در حداقل در جریان یک هفته گذشته در تنها در ولایت کابل 3 شفاخانه اضافه را افتتاح کردیم. یعنی حالا گلاس پر شده دیگه، اگر واضح‌تر بسازین. نه هنوز هم نشده، ولی ما هنوز در حال افتتاح شفاخانه دیگه هستیم. مطمئنا با بیرویگی و بی‌اعتنایی که جامعه در قبال کووید 19 داره، مطمئنا این ظرف با آینده بسیار نزدیک پر میشه. خب فاجعه انسانی را ما خواهیم داشت. آقای نظری، طرح مشترک شما با شهرداری کابل چی است؟ برای که خب مسئولیت ای که خب در هتل های عروسی برگزار نشه عملی شدن و تطبیق این پلان برمیگرده به شهرداری اگر من اشتباه نکنم. دقیق. خب شما برنامه‌ای که در این زمینه دارید چی است؟ دیروز در یک برنامه فراخوان ملی پلیس کابل حرفه بسیار خوب زد. صحبت‌ها را تکمیل می‌کنیم، بسیار ببخشید که یکی از دوستا پشت خط هستن، همکارا نامشون بله آقای حلیمی بفرمایین از کابل تماس گرفتن. بله سلام بر شما و همه کسایی که اومدن نشان. تشکر. بعد از جناب سنگوی فقط می سپرسان بکنم که وای میگن که خب درست از ما مشکل رد نمی کنم که همزنهای ما هم به تفاوت هستن، ولی این که یا میگن ما مدیریت کردیم، من زیاد موافق به این نیستم. مدیریت خیلی ضعیف است، کرونا از یک سال هست که هست، اما یا هیچ چیز در اعتبار دستگاه اکسیژن و یعنی این که بودن در شفاخانه اکسیژن یا تایب کنن نکردن، خبر داشتن که کرونا موج سوم میشه و احتمالاً موج چهارم میشه بیاد. ما دو سه تا از همکارای خودمون دکتر هستم، ما دو سه تا از همکارای ما را دوست داریم فقط برای نبود اکسیژن و غیر از واز هم شیرا پرسان کردن که شما چند بار هتل عروسی داشتین، چرا هتل عروسی بسنا میشه؟ چرا یا تا به حال منتظر بودن که تاریخ 22 جوزا شد که ما باید قرنطینه عمومی بکنیم؟ چرا در پیش کل چیز قرنطینه عمومی نکردن؟ تشکر از شما. خوب است که حداقل یک آدم مستقی انتقاد میکنه از ما، خوش شدم وقتش. در 16 ولایت افغانستان دو هفته پیش وزارت اطمینان افغانستان قرنطینه را اعلان کرد. محدودیت هایی که ما دیروز از امروز در 34 ولایت گفتیم 16 روز پیش در 16 ولایت افغانستان پیشنهاد شد. ما نمیتونیم که بر اساس خواست مردم قرنطینه را اعلان بکنیم، باید واقعیت ها را ببینیم، تعداد واقعیت را ببینیم، ارقام را ببینیم. در 16 ولایت ما اعلان کردیم. بحث عملی شدنش من خوب فکر میکنم خوب است که سخنگوی والی های ولایت های مربوطه کمبود اکسیژن کابل باشن. کمبود اکسیژن را میام، کمبود اکسیژن را برای ما بگوین. ما وزارت اطمینان افغانستان میتونه که برای 35 میلیون نفوس افغانستان اکسیژن تهیه کنه. کشورهای با بهترین سیستم های صحی به زانو در آمدن. آیا هندوستان خبر نداشت که کرونا وجود داره؟ روزی که من دکتر میگفتم ماسک بپوشین،
شاید دکتر سه به خانوادهشون و یک تعداد از همکارایشون به تمسخر میگرفتن وزارت صحتامه را، امروز انتقاد میکنن که چرا اکسیژن نتونستیم تهیه کنیم. وزارت صحتامه در ظرفیت ما باز تکرار میکنم، ما یک سکتور صحتی هستیم که کمترین بودیجه را داشتیم در طول 20 سال گذشته. ما یک وزارت صحتامه هستیم که مشکلات جدی خود داشتیم، بحث ظرفیت ها وجود داره، نبود دکتر متخصص در افغانستان وجود داره، کادر من نمیتونم به یک روز ترین بکنم، ولی با وجود از او امروز در تمام ولایت افغانستان از تمام کارمندان ما در وزارت صحتامه افغانستان دستگاه کمک تنفسی را استفاده کردن، میتونن به اندازه کافی چی دیگه اکسیژن وجود داره. ما امروز آمادگی از این داریم که در کنار تمام نامهربانیایی که جامعه با ما انجام داده، شلاق انتقاد را میپذیریم. تشکر آقای نظری از اینکه مهمانمون بودین در بامداد خوش امروز. و پایان برنامه امروز رسیدیم، خداحافظتان.